در آمریکا کمیته روابط خارجی سنای این کشور امروز برای بررسی پیامدهای احتمالی اجرای توافق هسته‌ای با ایران در خاورمیانه نظرات دو کارشناس را که دو جناح مخالف و موافق توافق هسته‌ای با ایران قرار دارند شنید. با شهلا آراسته از مقابل کنگره در این باره گفتگو می‌کنیم. خانم آراسته، رؤوس مطالبی که مطرح شد رو برای ما بفرمایید. امروز کلا دموکرات‌ها، سناتورهای دموکرات بر مثبت بودن تعامل آمریکا با ایران تاکید داشتن، ولی برخی از اونها در مورد اینکه تغییراتی در رفتار ایران ایجاد بشه ابراز تردید کردند. جمهوری خان از طرف دیگه از وجود ابهامات در مورد اینکه آیا امتیازاتی آمریکا نه تنها در به ثمر رساندن توافق بلکه در مورد ارتباط با آزادی شهروندان آمریکایی به ایران تا کرده ابراز نگرانی کرد. We want to make sure that as a committee we're doing everything we can. می‌خواهیم مطمئن شویم که ما در کمیته آنچه لازم است را برای بازداشتن ایران از اقدام‌هایی که هراس داشتیم پس از دریافت مبالغ هنگفت پول به آن دست بزند انجام دهیم. ما از بازگشت گروگان‌ها خوشحالیم، همزمان که بسیاری از مسائل در ارتباط با آن مبهم است و ایران با آزمایش‌های موشک‌های بالستیک و نقض قطعنامه شورای امنیت نگرانی ما را تشدید کرده است. بن کاردن، سناتور ارشد دموکرات، در این جلسه در ارتباط تحولات در ارتباط با ایران را مثبت توصیف کرد و گفت منتظر نتایج مذاکرات وین در ارتباط با سوریه و سهم ایران در مورد نتایج مثبت در این مذاکرات خواهد بود. There are positive consequences to the Americans' involvement with Iran. عواقب مثبتی در تعامل آمریکا با ایران وجود دارد، ولی باید به یاد داشته باشیم ایران هنوز یک رژیم ضد آمریکایی، یهود ستیز و انقلابی است که به گسترش شبکه عوامل خود برای به چالش کشاندن دولت‌های باثبات منطقه و حمایت از دیکتاتوری مانند اسد ادامه می‌دهد. سناتور کاردن همچنین ولی از آزمایش‌های بالستیک موشک ایران و همینطور نقض حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران و لفاظی‌های خطرناک و ضد آمریکایی ایران که موجب بی‌ثباتی در منطقه میشه انتقاد کرد و گفت کنگره باید با جدیت بر نظارت بر اعمال توافق نظارت داشته باشه. خانم آراسته، از نظرات و توصیه‌های کارشناسان جلسه برای ما بیشتر بگید. یکی از کارشناسان مایکل سینگ، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن بوده در امروز که مخالف توافق هسته‌ای با ایران هست، ایشون گفت آمریکا باید محتاط باشه که ایران بابت رفتار بعدش پاداش نگیره. I don't see any sign that overall Iran doesn't remain a force for instability in the region. من هیچ نشانه ای از اینکه ایران دیگر به عنوان یک نیروی بی‌ثبات کننده منطقه نیست نمی‌بینم و نیز اینکه از قصد خود برای ضربه زدن به منافع آمریکا دست بردارد. آقای برایان کتالیس، عضو ارشد مرکز پیشرفت آمریکا که مدافع توافق هسته‌ای است، در این جلسه گفت آمریکا باید با درایت بیشتر بدونه که در منطقه با چه کسانی روبرو است. The JCPOA is far from a perfect deal. But given the realistic alternatives we have today, توافق هسته‌ای با ایران بسیار به دور از یک معامله کامل است، ولی با توجه به گزینه‌های واقع‌بینانه در برابر ما، این توافق یک چارچوب استواری برای آمریکا و جامعه جهانی برای بازداری ایران از دستیابی به سلاح اتمی است. ولی همه توافق داریم که ما به یک رویکرد بسیار قوی‌تر و منسجم‌تر برای رویارویی با تنش‌های منطقه‌ای نیاز داریم.